درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این موقعیت در اختیار من میذاره که همراه با میهمانان عزیز و فرهیخته‌ای که دعوت میکنم برای این برنامه مطالبی که راجع به تحلیل مسائل روز هست در ایران و در خارج از ایران در اختیارتون قرار بدیم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاسگزارم که این موقعیت رو در اختیار من میذاره. قبل از اینکه بریم به سالن و درود و سلام بگم به مهمانان عزیز امروزم، به خاطر محرم من چند تا کلیپ کوچیک گذاشتم و میخواستم مهندس فرزاد این دو سه تا کلیپ رو برای ما به خاطر محرم پخش بکنه که بعد بیام خدمتتون. نشان میدهیم به زهرای رضیه، به امیر المومنی تو محرم، به علی عبدالله با گریه کردن. ولی بریم بخونیم، وقتی علی اومد خونه دید هیچی توی یخچال نیست، و زهرا جان چرا نگفتی چیزی بخرم؟ گفت خجالت میکشیدم، از تو درخواست میکنم. و واقعا هر موقع در یخچالمون رو میخوایم وای کنیم، نگرانیم که یخچالمون خلاصه چیزی داره یا نداره بذاریم جلو نه. و واقعا هر موقع در یخچالمون رو میخوایم وای کنیم، نگرانیم که یخچالمون خلاصه چیزی داره یا نداره بذاریم جلو نه. بله، من قبل از اینکه بخوام که برم به سالن، میخواستم که این کلیپ اول که یه همچین تصویری رو نشون میدن و واقعا خرافات رو به حد اکثری که ممکنه رسوندن. در قسمت دوم اون آخوند گفتش که حضرت علی آمد به منزل، در یخچال باز کرد، توی یخچال هیچی نبود، و از این طرف دیدیم آقای قالیباف که برای سیسمونی نوش به ترکیه رفته بودن میگه که در یخچالش چیزی نیست. من اینجا کوتاه میام و میرم به سالن و خدمت بینندگان عزیز، مهمانان فرهیخته رو معرفی میکنم که نیازی به معرفی ندارن. جناب بیژن مهر که در این برنامه بودن بارها، جناب بیژن مهر جزو سردبیر خبرگزاری جبهه ملی ایران هست که حتما به خاطر دارین، جناب دکتر کنگلو فیزیکدان پژوهشگر در علوم اعصاب هستن که همیشه به من لطف دارن و در این برنامه هر موقع که ازشون درخواست میکنم تشریف میارن و از نالجشون، از دانششون استفاده میکنن. خوش آمد میگم جناب کنگلو، خوش آمدی. درود بر شما، خیلی متشکرم از دعوتتون و درود بر جناب مهر. جناب مهر شما هم همینطور خوش آمدید، خوشحالم که در خدمتتون بازم هستم. با درود خدمت شما بینندگان عزیز و جناب آقای دکتر کنگلو، خوشحالم که در خدمتتون هستم. بله، خیلی ممنون. من دو تا سوژه داشتم برای امروز، ولی یک سوژه دیگه هم بهش اضافه کردم، ولی خیلی کوتاه از اون رد میشیم. می‌خواستم نظر شما رو داشته باشم. این موضوع ترور آقای جان بولتون که در دیروز و روزهای قبل، البته حدود 5-6 ماه پیش این موضوع مطرح شده بود، و همطور حدود یک سال پیش ترور، صحبت از ترور آقای پومپیو بود، و حدود دو هفته پیش هم راجع به
ترور خانم مسیح علی نژاد بود که البته حدود یک سال پیش در همین روزها بود که صحبت از این بود که ایشونو بروبایند و ببرند به یکی از کشورهای آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی. آقای جیک سولیوان دیروز یا فکر میکنم یا امروز اخطار بسیار بسیار شدیدی دادن به جمهوری اسلامی که ایشون مشاور امنیتی کاخ سفید هستن، که اگر مشکلی پیش بیاد و یا اینکه صدمه‌ای به یکی از رؤسای حکومت‌های سابق و یا کنونی بیاد، مشکل اساسی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. برای اینکه اینو به یک نتیجه خیلی سریع و مهمی بهش برسیم، میخواستم که از جناب کنگلدو خواهش میکنم یک نظری راجع به این چند تا موضوعی که خدمتون عرض کردم اگر نکته‌ای دارین اضافه بکنید. بله، اون ویدیوهایی که شما در ابتدای برنامه نشون دادین، همونجوری که خودتون هم توصیفشون کردین، نشان دهنده اوج گمراهی و توهم پراکنی و خرافه پراکنیه که به طور کلی پایه‌های تشکیل جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی بر خرافه و مذهبی که به هیچ وجه با منافع ملی ما، با مشخصات تاریخی ما و با مشخصات انسان‌هایی که سرزمین تاریخی رو به نام ایران در 2500 سال گذشته درش زندگی کردن، هیچ سنخیتی نداره و در حال حاضر جمهوری اسلامی واقعا کشور ایران رو تحت اشغال خودش داره و به اون شکلی که کشور رو اداره کرده در 43 سال گذشته، ما میدونیم که به تمام جنبه های زندگی ما، از فرهنگ ما، از ادبیات ما، از دستاوردهای تاریخی ما، دستاوردهای بزرگ شاهان ما و حتی به مذهب تاریخی کشور ما که زرتشتی و مذاهب دیگه ای که همواره ایران یک مأمن قابل اطمینانی برای تمام مذاهب و اقلیت ها در اون کشور بوده، همواره مورد تجاوز قرار داده جمهوری اسلامی. و این صحنه هایی که شما نشون دادین، مخصوصا اون کلیپ آخر که قالیباف رو نشون میداد، این دلقک جانی بلفطره بی هنر که دستش رو خامنه ای برای چپاول همه ثروت‌های حداقل مردم تهران به عنوان شهردار برای مدت زیادی این اون کار رو انجام داد و این نشون دهنده این هست که این حکومت، حکومت بی هنرها و بی استعدادها و بی سوادها و بی شعورها و خرافه پرستها هست و هیچ تعجبی نیست که دست آدم‌های شبیه به اینو باز بذارن برای اینکه دروغ بگن، دروغ بپراکنند و دستشون به سرمایه، دست برای دستیابی به سرمایه های، دستیازی به سرمایه های ملت ایران همواره دستشون باز و دراز باشه. در رابطه با جان بولتون و مایک پومپیو باید بگم که جمهوری اسلامی همون توهمی رو که در مورد خرافه و مذهب و قدر قدرتی خودش داره، در مورد اینی که از پس آمریکا برمیادم، یه همچین توقعاتی، یک همچین توهماتی داره. اگر یه روزگاری دست به همچین حماقتی بزنن، البته از نحوهی که تا به حال این حرکات رو تروریست‌های جمهوری اسلامی چه در اروپا و چه در آمریکا دست به یک همچین حرکاتی زدن، چه از دزدیدن روزنامه‌نگاران ایرانی، چه از قصد برای انفجار محل گرد همایی ایرانیان در اروپا و چه قصد برای ترور مایک پومپیو و جان بولتون، نشون دهنده این هست که واقعا اینا یه عده آدم بی استعدادی هستن که حتی در کارهای تروریستی خودشون هم به این شکل عمل میکنن که دیدیم که اف بی آی اینا رو افشاشون کرد. ولی اگر با وجود اینی که قابلیت اینی که یکی از مقامات پیشین دولتی آمریکا صدمه برسونن ندارن، اگر یک موقعی موفق بشن، اون وقت میفهمن که یک من ماست چقدر کرده داره. آمریکا الان در مخصوصا در لحظات آخری که در راه تلاشی که آمریکا کرد برای اینکه بالاخره برجام رو به نتیجه برسونه، برای نرسیدن برجام به نتیجه، جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو کرد و به نظر میرسه که برجام به پایان راه خودش رسیده و دیگه آمریکا و غرب و اروپا دلیلی برای مماشات بیشتر با جمهوری اسلامی ندارن و اگر جمهوری اسلامی دست به یک همچین دیوانگی بزنه، اون وقت واقعا
مرگ حتمی خودش رو تسریع بخشیده و اون وقت میبینه که عکس العمل آمریکا در قبال همچین کاری چه خواهد بود. بله خیلی ممنون. حالا راجع به برجام هم صحبت خواهیم کرد. جناب مهر شما نظرتون چیه راجع به این مطالبی که پخش شد، ویدیو پخش شد و نظراتی که دکتر اشاره کردن بهش؟ بله آقای افشین جان، به نظر میاد که جمهوری اسلامی نه تنها داره خراف و مثلا جهالت رو ترویج میده، بلکه داره یک درآمدی هم از این در میاره. این کلیپی که شما نشون دادید حضرت عباس بود که دیدید مردم به او پول میدادن، بهش پول چسبیده بودن. من چند تا از این حضرت عباس های دیگه هم دیدم در شمال و این به نظر میاد که یک درآمدی برای جمهوری اسلامی هست که این حضرت عباس ها رو درست کرده، ضمن اینکه جهل و خرافه رو داره ترویج میکنه یه پولی هم داره برای خودش در میاره و واقعا از این حکومت هیچ بعید نیست. جمهوری اسلامی فساد، ظلم و ناکارآمدی رو در ایران نهادینه کرده. در سال 1390 خامنه ای در دیداری که با مسئولین حج داشت گفت مبارزه با فساد رو فتیلش رو بکشید پایین و بعد از این جمله بود که ما شاهد اختلاس های چند میلیاردی و به حال وضع مملکت به اینجا رسید، برای که هیچ اراده ای برای مبارزه با فساد نبود و فساد نهادینه شد. ظلم که خب جمهوری اسلامی با او پیدایشش با ظلم بود و میوه این دوتا هم ناکارآمدیه که الان ما در تمام سطوح میبینیم که حتی در مسابقات فوتبال یه بلیت فروشی نمیتونن انجام بدن یا یک کمپ درست حسابی برای تیم ملی نمیتونن درست کنن. ساختمون ها یکی بعد از دیگری فرو میریزه، سیل ها خانه مردم رو میبره و به هر حال ناکارآمدی گسترده و نهادینه است. اینجوری که به نظر میاد جمهوری اسلامی داره تروریسم رو هم نهادینه میکنه. یعنی هیچ کشوری شما در دنیا نمیدونید دیپلماتش یه بمبی رو برداره از طریق هواپیما بیاره به اروپا که بخواد گردهمایی مجاهدین رو در پاریس منفجر کنه، یا آدم ربایی هایی که داره انجام میده. حالا این پلات به اصطلاح فاش شد توسط FBI ولی تلاش های دیگه هم بوده. اگه یادتون باشه چند سال پیش در تگزاس یک ایرانی دستگیر شد که دنبال آدم میگشت تا سفیر عربستان رو در واشنگتن ترور کنه و کارهای دیگه که کردن. به حال نمونه هاش هم زیاده، اما دنیا داره با چشم اغماز به جمهوری اسلامی نگاه میکنه. ببینیم که الان صحبت هایی هست برای بازگرداندن تروریست دیپلمات اسدی به ایران و بلژیک. به هر حال این اتفاق خواهد افتاد، قانونش هم پس شده و تصدیق شده. به هر حال این اتفاق داره میفته. حالا این طرحی هم که الان شد یا اتفاقاتی که برای خانم مسیح علی نژاد اتفاق افتاد، به نظر من اینها پاسخش باید بسیار کوبنده و خیلی بیشتر از این بود که حالا یه کسی یه هشداری داده یا یه اعلامیه‌ای داده. به هر حال این نهادینه کردن تروریسم تبعیاتی برای تمام شهروندان جهان داره و جمهوری اسلامی هم به عنوان یک دولت و تنها دولت حامی تروریسم در جهان باید پاسخگو باشه که متاسفانه نیست و اونم به خاطر نفعیه که جمهوری اسلامی برای جهان داره و مثل یک گاو شیرده داره به تمام جهان نفت میرسونه غیر از ایران. یعنی تمام منابع مالی ما داره صرف بلند پروازی های احمقانه و ابلهانه جمهوری اسلامی میشه، پروژه هسته‌ای، پروژه های دیگه ای که به هر حال هزینه های زیادی برای ایران داره. این ارتش های هشتل شعبی و مثلا فعالیت هایی که در یمن و سوریه داره یه چیزی نزدیک به 300-400 میلیارد دلار تا به حال خرج روی دست ملت ایران گذاشته و میبینیم که ملت در فقر کامل داره به سر میبره. 70% زیر خط فقرن، اما این کارها هنوز داره ادامه پیدا میکنه. آخریش هم همین پروژه موشک خیام بود که اول گفتن ما کردیم، بعد معلوم شد که روسا کردن، اونم با هزینه 5 میلیون دلاری. بله نظری داشتی راجع به این موضوع ترور آقای، یعنی خبر ترور آقای جان بولتون یا آقای پومپئو؟ بله من خیلی
به نظر من باید به پاسخ آمریکا خیلی شدیدتر از این بود که آقای جک سولیوان و دیگران گفتن و باید تحریم ها رو برای این کار ترور به نظر من افزایش بدن و نظر جمهوری اسلامی از زیر این قصر در مثل اون کاری که قبلا کرد و به قول معروف قصر در ره. بله، راجع به اسد اسداللهی گفتین که دیپلمات ایرانی که شما اشاره کردین که ممکنه آزاد بشه، البته قرار شد که پروندهش بره به سوپریم کورت بلژیک و بعد از اینکه مجلسیان در سپتامبر برمیگردن اون موقع است که تکلیفش مشخص میشه. همه ما امیدوار هستیم که سوپریم کورت دادگاه عالی بلژیک این رأیی که مجلسیان دادن غیر قانونی اعلام بکنه و من فکر میکنم با فشارهایی که از نظر دیپلماتیک از تمام دنیا من بسیارشون رو میدونم که این کار رو کردن، از جمله خود ما در کانادا نامه ای نوشتیم به نخست وزیر کانادا آقای ترودو و همچنین به نخست وزیر بلژیک و کسای دیگر هم میدونم که این کار رو در کشورهای مختلف کردن. امیدوارم که اینا همش مؤثر باشه، یعنی اگر هم نکنیم از خودمون راضی نیستیم. راجع به موضوع دیگه هم که اشاره کردین، گفته میشه که به خاطر برجام یک مقدار چشم پوشی هایی کردن، یک مقدار اغماز هایی رو انجام دادن. یا یکی دیگه هم که حالا راجع به شاید بتونیم صحبت بکنیم و اون که اگر اکشنی اسرائیل نمیگیره یا به زودی نخواهد گرفت، اونم به خاطر مسئله نفت هست. حالا راجع بهش صحبت خواهیم کرد که اگر احیانا نفت در اون قسمت حمله ای بشه، حداقل برای 3-4 هفته حداقل، البته من فکر میکنم آمادگیشو خواهند داشت، مخازن رو پر خواهند کرد و راه‌های آبی رو مشخصا آزاد خواهند کرد، تمام اون مراحل رو خواهند انجام داد. ولی با این حال قیمت نفت احتمالاً ممکنه در اون چند هفته یا یک ماه یا هر چقدر که این برنامه هست ممکنه به 150 یا نزدیک به 100-200 دلار هم برسه. من از این موضوع رد میشم، حالا دوستان میتونید شما راجع به این موضوع صحبت بکنید. نکته که بر برنامه داشتم میخواستم از شما سوال بکنم، این پیش درآمدی که آقای سید میر حسین موسوی نامه دادن بیرون، یا این نامه در حقیقت نامه نیست، یک پیش درآمدی است از یک کتاب که به عربی نوشته شده و قرار است که اینو بیرون بده. حالا چرا عربی نوشته شده و به فارسی نوشته نشده؟ مسلما شما دوستان ممکنه که نظراتی داشته باشین و احتمالاً به این خصوص که شاید دنیای عرب رو میخواد آگاه بکنه از اون چیزهایی که به عنوان یک ایرانی میخواد بگه که وضعیت به چه صورته. من پرسشو از دکتر کنگلو آغاز میکنم. دکتر کنگلو، نظر شما چی هست این راجبه این نوشته آقای میر حسین و چرا الان این اتفاق افتاد؟ به نظر من جمهوری اسلامی یک سابقه تاریخی دراز مدتی داره برای عوض کردن موضوع و به حاشیه روندن موضوعهای مهم. حکومت ها در دنیا وظیفه اصلیشون حفظ منافع ملی اون کشوره. منافع ملی بعد جغرافیایی داره، بعد توسعه انسانی داره، بعد اقتصادی داره، بعد سیاست بین الملل داره، بعد زیست محیطی داره، بعد فرهنگی داره، بعد اقوام و قومیت ها و اقلیت ها داره، بعد ورزشی و حتی هنری داره. شما در هر کدوم از این ابعاد ببینید جمهوری اسلامی برای منافع ملی ما چه کرده. هیچ کاری نکرده که هیچی، درست برعکس منافع ملی ما حرکت کرده در تمام زمینه ها، برای اینکه تعلق خاطری به منافع ملی که با این ماجراجویی که جمهوری اسلامی در 20 چند سال گذشته تعقیب کرده برای غنی‌سازی اورانیوم، در حقیقت اون گفتمانی که گفتمان ملی که باید بر اساس منافع ملی ما در اون ابعادی که اشاره کردم بهش باید جریان داشته باشه، اون گفتمان ملی رو در حقیقت به حاشیه رونده و مسائلی رو مطرح کرده که از دید خودشون مسائل مهمیه برای اینکه در ذهن و قلب و روح مردم و
کسانی که اینا به عنوان رقبای خودشون در سطح جهانی باهاشون معامله و بده و بستون میکنن باید مطرح باشه و منافع ملی ایران مطرح نشه. اگه منافع ملی ما مطرح بشه، مثلا حق استخراج گاز و نفت از منابع دریای خزر، از میدان عظیم گازی چالوس که روسیه جمهوری اسلامی رو ممنوع کرده، قدغن کرده که منافع ملی ما اونجا باید تحت سیطره منافع ملی روسیه قرار بگیره. به همین شکل در دریای عمان و خلیج فارس که جمهوری اسلامی منابع عظیم گاز پارس جنوبی رو در حقیقت ول کرده به حال خودش، برای اینکه تضادش با امریکا و امریکا ستیزی براش مهمتر بوده تا حفظ منافع ما در توسعه میدانهای گازی و نفتی خلیج فارس و دریای عمان، که اینها همش به فقیرتر شدن و به مستعصد شدن و به بیچاره تر شدن و از بین رفتن ارزش پول ملی و پرستیژ پاسپورت ما و جلوگیری از توسعه انسانی و توسعه اقتصادی کشور منجر شده. تمام اینا، شما ببینید، اگر اینا گفتمان ملی بود، اگر مثلا فرض کنین که از بین این همه موضوع مهمی که در رابطه با منافع ملی ما مهم هست، مثلا رشد اقتصادی ایران، آیا جمهوری اسلامی اجازه میده که مسئله رشد اقتصادی ایران در 43 سال گذشته یا حتی در 4 سال گذشته یا در 2 سال گذشته محلی از اعراب در سپهر همگانی و در گفتمان ملی داشته باشه؟ نه. به قدری مردم نگران رزق و روزی و نون و آبشون هستن و بحران تورم هستن و بحران امکان جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یا با امریکا یا تحریم ها یا غنی‌سازی اورانیوم یا برجام و تمام این کلماتی که جمهوری اسلامی بی دلیل وارد گفتمان ملی ما کرده، برای اینی که قصد اینی که اون مسائلی، اون کلماتی، اون عباراتی که در رابطه با گفتمان ملی ما هست و کاملا از تیتر اول گفتاری که در روزنامه ها و اخبار و بحث ملی در رادیو تلویزیون وجود داره کاملا اونا رو پاک کرده و مسائلی رو مطرح کرده که چه اینوری چه اونوری به هیچ وجه من الوجود به منافع ملی ما هیچ استفاده ای نخواهد رسوند. جمهوری اسلامی خودش خوب میدونه که دنیای متمدن به او اجازه ساختن بمب اتم نمیده و اونم خودش هم از این کاملا واقفه، با تمام هارتوپورتی که میکنه، با تمام هارتوپورتی که همه رهبران جمهوری اسلامی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و در رابطه با ساختن بمب و فرستادن ماهواره و تمام دروغ‌هایی که به خورد طرفداران ابله خودشون میدن، میدونن که به هیچ وجه قابلیت و وسائل و ابزار اینی که بخوان با ابرقدرت‌های مانند امریکا و اروپا مقابله اقتصادی بکنن، مقابله نظامی بکنن، مقابله فرهنگی حتی بکنن یا حتی مقابله فلسفی بکنن، میدونن که این هیچ کدوم از این ابزار رو ندارن، بنابراین مسائل جنبی که میتونن مطرح بکنن رو مطرح میکنن و تا به حال بسیار موفق بودن. یعنی حتی شما اگه به اپوزیسیون هم نگاه کنید، مثلا حتی به خود ما نگاه کنید، ما سه نفر اینجا جمع شدیم درباره دل ما در گروه ایرانه، داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره همون نکاتی که جمهوری اسلامی میخواد ما صحبت بکنیم، درباره احتمال مثلا ترور جان بولتون یا مایک پامپیو یا غنی‌سازی یا برجام، تمام اینا که واقعا اولا بر ضد منافع ملی ماست که اینا مطرح بشه در سطح جهانی، در روزنامه ها و رسانه های جهانی میخواد مطرح بشه، صدمه ای که به پرستیژ ایران، به فرهنگ ما و به کارنامه ایرانیانی که در اروپا و تمام اینها با طراحی بسیار دقیقی انجام میشه که اجازه نده که منابع ایران و ثروت های ایران خرج اعتلاء ایران و ایرانی بشه. بله، خیلی ممنون. جناب بیژن، نظر شما چیه؟ دکتر اشاره کردن راجع به حفظ منافع ملی و اینکه یک کارهایی که ممکنه که جمهوری اسلامی بکنه و ما به گفته ایشون ما دوره هم جمع میشیم و واقعا حواس ما رو پرت میکنه به جای کارهایی که باید بکنیم برای براندازی، این کار رو نمی کنیم و این اتاقای فکریشون ما همه آگاهی داریم که چقدر ماهرانه این کارها رو انجام میدن. میخواستم نظر شما رو ببینم راجع به همین نامه‌ای که ایشون فرستادن و ایشون میگن که
راجع به حمایت ایران از رژیم بشار اسد را برای ریختن خونها در سرزمین‌های بیگانه برای تحکیم پایه‌های رژیمی کودک کش تعبیر کردند و بعد اشاره می‌کنند در برای حزب‌الله بدنام و خطاهای بزرگ جمهوری اسلامی در تحریف مفاهیمی چون مدافع حرم و این همین صحبت هایی که مردم رو در حقیقت فریب دادن که ما میریم برای نگهداری حرم در حالی که میدونیم که حرمی وجود نداشت یا اگرم بود اونا اونجا نبودن. در این حال شما راجع به یک موشکی که سفینه‌ای که فرستادن از طریق قزاقستان فکر میکنم اون هزینهش 50 میلیون دلار بود طبق برآورده که شده و این 50 میلیون دلار تکنولوژی رو به جمهوری اسلامی ندادن، بردن اونجا از اونجا پرتاب بکنن از سکوی پرتاب اونجا و بعد استفادهش برای جنگ اوکراین و روسیه هست و پس از اینکه جنگ تموم شه احتمالاً ممکنه که اون دوربینا رو به طرف مطالبی که جمهوری اسلامی میخواد بذارن. هر چیزی که نگاه میکنیم واقعا جنایت پشت جنایت، خیانت پشت خیانته. جناب بیژن من دلم پر شما، بفرمایید شما چی فکر میکنید؟ آقای افشین جان ببینید، منافع ملی ایران با منافع جمهوری اسلامی کاملا در تضاده. یعنی ما نیاز به مدیریت ملی داریم که حال مملکت ما رو خوب کنه. مدیریت ملی یعنی توجه به محیط زیست، یعنی توجه به معیشت مردم، یعنی توجه به نسل‌های آینده و این کارهایی که جمهوری اسلامی نمی‌کنه و برعکسش داره اقلیم ما رو تبدیل به یک بیابان بیاب و علف داره می‌کنه. ما مشکل آب داریم در جای کشور، مشکل فرونشستن زمین داریم و اینجوری که کارشناسان برآورد کردن تا 30 سال آینده نزدیک به 40 میلیون ایرانی از ایران مهاجرت خواهند کرد برای که دیگه امکان زندگی در آب و هوای و اقلیم ایران وجود نداره. ولی میبینیم که همونجور که آقای دکتر کنگلو اشاره کردن در پارس جنوبی ما الان 20 ساله در زمینه صنعت گاز نه سرمایه گذاری کردیم نه فعالیتی کردیم، در صورتی که ما دومین کشور جهان از نظر ذخایر گازی هستیم اما در بین صادرکنندگان گاز ما اصلا مقام نداریم. حالا غیر از ترکیه و عراق که یه مقدار کمی گاز بهشون صادر میشه، اونم معلوم نیست پولش کجا میره، ما هیچ صادراتی از نظر گاز نداشتیم برای اینکه روسیه این اجازه رو به جمهوری اسلامی نداده. و این در جنگ اوکراین هم که میبینید ظاهرا اینا اعلام بی‌طرفی کردن اما همین الان دیروز CNN گزارش داد که روس‌ها الان در ایران دارن آموزش میبینن، یعنی ایران داره بهشون آموزش میده برای پهپادهایی که گویا 200 فروندشو میخوان میفرستن برای جنگ اوکراین و این نقض بی‌طرفیه و ملت ایران هیچ وقت چنین تمایلی نداره که مردم اوکراین زیر فشار و زیر گلوله روس‌ها قرار بگیرن و به این صورت کشته بشن و از بین برن. بنابراین جمهوری اسلامی دنبال اول اهداف روسیه است و این رو ثابت کرده که هیچ تمایلی برای حفظ منافع ملی نداره اما منافع روسیه داره تامین میشه و تمام اینا هم شواهد زیادی داره. در برجام میبینیم که آقای اولیانوف رفت اصلا از جانب ما مذاکره کرد و آقای اون نماینده به اصطلاح ارشدشون آقای باقری کنی بعد از اینکه دور قبل از این برجام تموم شد اصلا تهران نرفت، رفت به روسیه و گزارش داد و رفتاری که روسا با ما میکنن، رفتاری که پوتین با رئیسی کرد، اون صحنه واقعا خجالت آوری که ایشون کاخ کرملین رو ترک میکرد و اون پیشکارش مثل که دنبال تاکسی میگشت، دنبال ماشین میگشت که ایشون رو ببره و قالیباف رو اصلا به حضور نپذیرفتن. یه عکسی هستش که اونجا نشون میده با فرغون و چند تا کارگر ساختمانی دم در وایساده بودن وقتی
قالیباف بخواست وارد مجلس دوما بشه و اینا همه نشون دهنده این هستش که هیچ ارزش اعتباری برای جمهوری اسلامی روسا قائل نیستن. اما ما تمام نیروی مالی و انسانیمون رو در اختیار روسیه گذاشتیم، چه در سوریه، چه در اوکراین و چه در جای دیگه، و واقعا هیچ سیاستی نیستش که به اصطلاح قابل توجیه باشه که چرا ما باید منافع خودمون رو بگذاریم کنار و منافع روسیه رو بهش توجه کنیم به خاطر اینکه ما به اصطلاح با آمریکا در جنگیم. و این میلیاردها دلار هزینه روی دست ملت ایران گذاشته و هیچ امیدی هم نیست که این بساط جمع بشه، و اینجوری که به نظر میاد اینها در پی امیال شیطانی خودشون هستن، چه در منطقه و اگر بتونن در جهان، و هزینه شو ملت ایران. خیلی ممنون. نکته ای که من فقط میتونم اضافه بکنم راجع به ترک محل های جنوب کشور، همطور که میدونین گزارش های اومده که دکترها دارن از اونجا میرن، مهندسین دارن میرن، خیلی ها بیزنس هاشون رو دارن میبندن و نمیتونن زندگی بکنن، واقعا هم قابل تحمل نیست. و آقای عشقی 150,000 فارغ التحصیل در سال ایران رو ترک میکنن، یعنی هزینه ای که این برای کشور ما داره حتی از هزینه جنگ 8 ساله که 1,000 میلیارد دلار هزینه رو دست ملت ایران جمهوری اسلامی گذاشت بیشتره، و این داره این فرار مغزها یک موزل بزرگی برای ایران است. الان بله همینطور، و صحبت از شاهای نفت و اینا رو کردین و غیر قابل استفاده بودنش، استیمیتی که دادن، تخمینی که زدن، صحبت از 200 میلیارد دلار هست برای اوورهال کردن و به روز آوردن این چاهای نفت هست. یک قسمتی راجع به موضوع آقای موسوی میگیم و بعد میریم قسمت برجام. جناب دکتر کنگلو، یکی از دلایلی که میگن خامنه ای اصرار داشت که یک حکومت یک دست داشته باشه، یعنی هر سه قوه در اختیار خودشون هست، مجلس هم در اختیار خودشون هست، شوراهای مختلف هم در اختیار خودشون هست، چون انتظار داشتن یا دارن که ممکنه در این فاصله بین این انتخابات و انتخابات بعدی خامنه ای به درک واصل بشه. معذرت میخوام. ولی نکته ای که هست این که آقای بزشت آقای موسوی اشاره کردن راجع به جانشین موروسی. من برای اینکه استراحتی بکنم میخواستم نظر شما راجع به این نکته ای که گفتم شما بفرم. بله، ببین باز دوباره این مسئله مطرح کردن میرحسین موسوی و جانشین موروسی یکی دیگه از اون تمهیدات جمهوری اسلامی هست برای اینکه دوباره موضوع رو عوض بکنه، اون موضوعی که به نفع منافع ملی ما هست رو به حاشیه برونه و یک موضوعی که اصلا هیچ ارتباطی به سرنوشت ملت ایران، به گذار به دموکراسی، به وضعیت اقتصادی، به معیشت مردم، به حل معضلات عمده‌ای که در سیاست خارجی داریم، به مسائل اقلیمی، به ساختن سدها و خشکسالی فزاینده‌ای که جمهوری اسلامی در ایران زمین ایجاد کرده، اینها مسائلی هستن که در درون گفتمان ملی ما وجود دارن. ببین بذارید من از شما این سوال بکنم، یعنی خودمون از خودمون این سوال بکنیم که چه موردی یک گروه انسان رو تبدیلشون به یه ملت میکنه، اون چیه؟ اون عواملی که یک گروه انسان رو تبدیل به یه ملت میکنه چیه؟ به نظر من اون عوامل تجربیات و ملتی که در اون تجربیات و اون تجربیات و اونا رو در خلال ارزش‌های مشترک و زندگی روزمره به دست میارن. زندگی روزمره خیلی مسئله مهمیه. ببین چه عناصری در تشکیل و تحکیم گفتمان ملی اثر داره. البته بستگی داره که شما به چی بگین گفتمان ملی. اگه به مسائلی که به تیتر خبرگزاری‌ها و اخبار جمهوری اسلامی نگاه کنیم، یه چیزای دیگه‌ای گفتمان ملیه. ولی گفتمان ملی در رابطه با اون مسائلیه که یه گروه آدم رو ملتشون میکنه.
استیو فنتون یک جامعه شناس خیلی بزرگ میگه که ملت نمیتونه به عنوان یه تعریف یگانه و منفرد تعریف بشه، بلکه همگرایی حول فرهنگ، تاریخ، سرزمین و سازمان‌های سیاسی که در درون متنی که تأثیر پذیرفته از اون متن تعریف شدن باید ملت‌ها تعریف میشن. ببین اون چیز به موجب تعریف این جامعه شناس که از ملت داره به ما میده، جمهوری اسلامی اجازه نمیده دیگه این مردمی که در ایران زمین دور هم دیگه جمع شدن ملت بشن. حالا در این مقوله توجه رو آدم باید از تعریف ملت به عنوان یک چیز باید معطوف کنیم به یه نوعی که یه مجموعه عملکردها و سمبولها و نوشتارها و اشیا و گفتارها کنار هم دیگه جمع میشن تا یه گفتمان رو به ملت واقعا مفهوم ببخشن. جمهوری اسلامی به نظر میرسه که نوشته های این جامعه شناسا رو هم خوب خونده و هم خوب بلده و درست داره از روی این نسخه اجازه نمیده که ملت ما ملت بشن. هگل میگه که کشورها و ملتها موقعی وارد مدرنیته میشن که از گفتمان مذهب محور به گفتمان روزمرگی محور گذار پیدا بکنن. چرا روزمرگی محور؟ چطور میشه روزمرگی محور مهمتر از مذهب محور باشه؟ اولا اینو باید بگیم که جمهوری اسلامی با برقراریش در ایران گفتمان مذهب محور رو به مردم ایران تحمیل کرد. مذهب رو و شعائر مذهبی رو، کتاب مقدس رو، اصول مذهبی رو، قانون اساسی ما شد قرآن، حقوق جزایی ما شد حقوق صدر اسلام و فرهنگ ما و تاریخ دراز مدت ایرانی تمام به حاشیه رانده شد. آنچه که قبل از اسلام ما تاریخ باشکوه پیشا اسلام رو داشتیم، جمهوری اسلامی انکار کرد، از صحنه روزگار مردم ایران حذف کرد، از کتاب‌های درسی حذف کرد، از اخبار رادیو تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها و گفتارهای سپهر همگانی حذفش کرد و گفتار خودش رو آورد، گفتار مذهب محور رو آورد. می‌بینید که مثل اینکه جمهوری اسلامی هگل رو بیشتر از جامعه شناسان و فرهیختگان و رهبران اپوزیسیون ما خوب بهتر بلد بوده. حالا گفتمان روزمرگی محور چیه؟ گفتمان زندگی مردم، رزق و روزی مردم، آب و هواس، مسائل زیست محیطی، اقتصاد، نابرابری که به زنها تحمیل میشه، نابرابری که به اقلیت‌ها تحمیل میشه، اینها گفتمان روزمرگی محوره. تا اینجای حرفی که من زدم خبر بد بود، خبر بعد برای ملت ایران، خبر خوب برای جمهوری اسلامی. از اینجا به بعدش درست برعکسه، یعنی خبر بد برای جمهوری اسلامی و خبر خوب برای ملت ایرانه. ملت ایران بر اساس نه تخمین من و نه ادعای من، بر اساس تمام ذرایب دنیای مدرن از گفتمان مذهب محور گذر کردن و به گفتمان روزمرگی محور رسیدن. یعنی جمهوری اسلامی بزرگترین دانشگاه تاریخ ما بود که برای ملت ایران مذهب رو به حاشیه برونه، مذهبی که در زمان حکومت پهلوی ها با تمام حرفایی که جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی برای اسلام ستیزی رهبران شاهان پهلوی میزنن که هرگز نبودند، ولی در زمان شاهان پهلوی گفتمان مذهب محور جایگاه بسیار ویژه و محترمی در قلب و روح ملت ایران داشت. حتی من اینو میتونم بگم که در قلب و روح اعضای سکولار و لائیسه اپوزیسیون هم داشت. به همین خاطر بود که یه عده از نیروهای ملی ما و یه عده نیروهای چپ ما، در حقیقت تمام نیروهای چپ و ملی ما، زیر پرچم گفتمان مذهب محور آیت الله خمینی رفتن و اتفاق بهمن 57 افتاد. ولی در ظرف این 43 سال گذشته جمهوری اسلامی کاری کرده که نه رهبران اپوزیسیون، بلکه هنوز رهبران اپوزیسیون گرفتار این گفتمان مذهب محور هستند، ولی مردم عادی ایران از گفتمان مذهب محور عبور کردن، همونطوری که نظرخواهی مؤسسه گمان نشون داد که 68% کشوری که درست 40 سال پیش 98%شون خودشونو مسلمان میدونستن، حالا 68%شون خودشونو مسلمان نمیدونن. اینه اون گذار به دموکراسی و گذار به مدرنیته که پایه
قبلی و زمینه ها و پایه های ساخت یک جامعه دموکراتیک و یک جامعه واقعا مدرن در ایران هست. این کار رو برای ما جمهوری اسلامی انجام داده. حالا بر ما هست که با نپرداختن به مسائل حاشیه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد برای ما عمده کنه، به مسئله گفتمان ملی و گفتمان ملی رو خودمون عمده بکنیم و به جمهوری اسلامی و به مردم ایران تحمیلش بکنیم. بله، من دکتر کنگلی، من با شما هم عقیده هستم. گذر از مذهب، یعنی شاید یکی از مواهب جمهوری اسلامی این بود که مردم به کنه اسلام، حداقل اسلامی که اینها دارن شیوعش دادن یا میدن و 1400 سال یا به عبارت دیگه در 400 سال گذشته، من فکر میکنم که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که شکوفایی کشور ما به خاطر گذاشتن کنار و درس گرفتن از آن چیزی که گذشته به شکوفایی خواهیم رسید. بریم به موضوع برجام. جناب بیژن مه، زمانی بود که آقای عراقچی گفتن و آقای روحانی گفتن که قرارداد آماده است، فقط یک نیاز به یک امضا داره و اون امضا در حقیقت امضای خامنه‌ای رو میخواست. بعد از اون دیدیم که جنگ اوکراین شروع شد و روسیه، و بعد دیدن که نه، این به ثواب آقای پوتین نیست و فوری این برنامه امضا کردن از بین رفت. الان هم حدود یک سال و نیم ازش، من خیلی فست فوروارد میرم جلو، یک سال و نیم ازش گذشته. در عرض یک سال اول ما 54 میلیارد دلار فقط فروش نفت از دست دادیم، فقط سال اول. حالا بقیهش باید مشخص بشه، به علاوه الان که قیمت نفت حدود 120 به 125 هم رسید. کار ندارم. ما به نظر شما کجا داریم بیریم جناب مهر؟ الان برجام به کجا خواهد رفت؟ برجام یا بی برجام، وضعیت به نظر شما، اون گمان زنی شما چی خواهد بود؟ و حالا سوالات بعدی رو بعد از این خواهم بود. خواهش میکنم بفرمایید. آقای افشین جان، به نظر من ما باید در مورد برجام از پوتین و روسیه کسب نظر بکنیم، چون واقعا ما هیچ کنترلی روی این مذاکرات ظاهرا نداریم. ببینید، در تمام این خبرهایی که میاد، آقای اولیانوف یک شخصیت محوری و اصلیه در این مذاکرات برجام، و خب به هر حال روسیه تا اونجایی که میتونه سعی میکنه برجام رو به نفع خودش یا تعویق به تعویق بندازه یا اصلا از بین ببره، چون به هر حال روسیه الان در یک انزوای جهانی قرار داره و نیاز به شریک داره، و چه شریکی بهتر از جمهوری اسلامی که هم پول داره هم امکانات داره و میتونه در خدمت اهداف روسیه قرار بگیره. به هر حال این برجام اگرم به انجام برسه، که به نظر من خیلی سخته الان که این برجام به انجام برسه، باید منافع روسیه رو تامین بکنه، و تا منافع روسیه تامین نشه برجام به سرانجام نخواهد رسید. و این شواهد بسیار زیادی هست، یعنی وقتی که ما ریش و قیچی رو میدیم دست آقای اولیانوف و میگیم شما بیا برو با ما با آمریکا مذاکره کن و در به اصطلاح نکات محوری برجام نظر ایشون خیلی مهمه، خب چه انتظاری است؟ اگر بنا به منافع ملی بود، این کار باید در زمان آقای ظریف و آقای جانکری که خیلی نزدیک بود به توافق برسه، و توافق هم رسید، اما دیدیم که دستایی بود که این رو به هم بزنه. اگه یادتون باشه همون زمانی که کری و ظریف با هم دیگه مذاکره میکردن، سپاه پاسداران موشک آزمایش میکرد و روی اون مینوشت مرگ بر آمریکا یا مرگ بر اسرائیل، و به هر حال هر کاری که تونستن کردن که این بی‌اعتمادی حاکم بشه، و بعد از اینکه اسرائیل اسناد
هسته‌ای ایران رو دزدید و برد گذاشت روی میز آقای ترامپ. خب ترامپ هم از برجام خارج شد چون بهش گفتن آقا اینا دروغ دارن میگن، دارن کارهای خودشون رو میکنن و مسائل موشکی هم یک موزل دیگه ای بود که دولت ترامپ از برجام خارج شد و بعد از اونم دیگه ایران هیچ تلاش جدی نکرد چون نفع روسیه در اون نبود. به هر حال من فکر میکنم که روسیه نقش اصلی رو داره در این مذاکرات و باید دید اونا چی میگن. آقای خامنه ای زیاد نقشی نداره در برجام، یعنی جمهوری اسلامی. دوتا کنگلو، به گفته آقای مه یادم هست که آقای لاوروف آمد تهران وقتی که قرار بود که قراردادی امضا بشه، این موضوع مثلا شاید نزدیک یک سال پیش بود و گفتش که ما منافع روسیه باید، در حقیقت هم لاوروف گفت و هم آقای عبداللهیان گفت منافع روسیه باید تأمین بشه. یعنی از این خیانت بالاتر نمیتونه یک وزیر خارجه بیاد بگه که منافع کشوری که در حقیقت به نظر من ما رو مستعمره کرده به معنی واقعی بیاد همچین حرفی رو بزنه. ببینید برجام یا بی برجام، بالاخره این پولایی که بلاک شده به صورتی حالا جدول بندی شده یا هرچی ممکنه که به جمهوری اسلامی داده بشه. مطمئن هستیم که این پول به درد مردم ایران نمیخوره، ولی پرسش این هست که البته میگن که حدود شاید 10% 15% رو به اکانومی داخل به صورت اونم دادن یارانه به مردم داده بشه که صدای مردم بریده بشه. آیا شما فکر میکنید که این به جای میرسه دکتر کنگلو؟ آیا ما به کجا، واقعا من حاضر دارم این مشکل دارم بفهمم که ما تا چقدر، یعنی مردم ما تا چقدر میتونن تحمل بکنن این همه بیچارگی و بدبختی رو؟ با شما هستیم دکتر. به نظر من اتفاقات بسیار مهمی افتاده در چند سال اخیر، مشخصا بعد از حمله روسیه به اوکراین، که این واقعا اوج بی‌بصیرتی پوتین بود که این حمله را انجام داد. برای اینکه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در 1989، غرب واقعا سعی بسیار زیادی کرد برای اینکه روسیه رو به میون خودش بیاره، به بازارهای اقتصادی جهانی راهش داد، اجازه جریان سرمایه و فناوری به روسیه رو داد، کاری کرد که روسیه از آنچنان توان فنی برای استخراج و پالایش نفت و گاز برخوردار بشه که بتونه تامین کننده اصلی انرژی اروپا بشه و از قبل منابع انرژی خودش سالی حدود 300 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، که این 300 میلیارد دلار رو روسیه به جای اینی که صرف توسعه اقتصادی، سیاسی و منابع انسانی روسیه بکنه، به ساخت بمب و تجهیزات نظامی و بازسازی صنایع دفاعی خودش پرداخت. چین هم همین کار رو کرد. امریکا و غرب با چین بسیار مهربان بودند. یعنی گشایش اقتصادی که نسبت به چین انجام شد در 1975 به طور کلی برای چین امکان این رو فراهم کردند که کشور جهان سومی تبدیل بشه به اون چیزی که امروز داریم میبینیم. اونجا هم به وسیله جریان سرمایه و فناوری غربی به چین که تقریبا چین رو تبدیلش کرد به بزرگترین کارخانه تولید محصولات مصرفی برای دنیای غرب، برای اروپا و امریکا، و روسیه هم که تبدیل شد به منبع انرژی دنیای غرب. و قرار بود که این اجازه‌ای که به اینا دادن و این امکاناتی که برای اینا فراهم کردن بر اساس این تفاهم بود که اینها حرکتی بر علیه منافع کلان غرب انجام ندن و تا یه مدتی هم انجام ندادن و این جریان ادامه داشت و این توافق ادامه داشت. ولی از زمانی که چین شروع کرد به سرمایه گذاری بسیار کلان در صنایع نظامی خودش و افزایش واقعا نجومی بودجه نظامیش، غرب ناگهان واقعا مجبور شد که این حقیقت جدید رو در سیاست‌های خودش به کار بگیره و این نزدیکی بیش از حد بین روسیه و چین که به نظر میرسه کاملا هماهنگ بوده، که روسیه ناگهان به خودش این شهامت رو داد که به کریمیه حمله کنه، به گرجستان حمله کنه، به قزاقستان نیرو بفرسته برای سرکوب کردن مبارزات مردم اونجا، یا حتی به
به بلاروس و کارهایی که روسیه کرد و برای مدتی امریکا و غرب اون کارها رو نادیده گرفتن، با حمله به اوکراین یک روابط جدیدی بین غرب و روسیه و چین رقم خورد و این حمله به نظر من میتونه، حمله‌ای که روسیه به اوکراین کرد و تصمیماتی که غرب به نظر من هم گرفته و هم در حال گرفتنش هست، میتونه برای ایران و برای ملت ایران یک فرصت بزرگی باشه. به نظر من روسیه دیگه امکان اینی که بخواد نرمال بکنه روابط خودش رو با غرب براش وجود نداره. غرب بهش این اجازه رو نمیده که بخواد روابطش با غرب نرمال بکنه و بتونه به اون نحوهی که صنایع انرژی خودش رو در غرب گسترش میداد رو گسترش بده. تا اونجایی که امکان داره منابع اقتصادی روسیه رو غرب محدود خواهد کرد و روسیه تبدیل میشه تقریبا به یک کشوری مثل جمهوری اسلامی منتها با ابعاد بزرگتری، یعنی مجبوره که نفت و گازش رو به طور غیرقانونی بفروشه، مجبوره زیر سایه چین بره، مجبوره تمام اون کارهایی که ما میبینیم در ظرف 40 سال اخیر جمهوری اسلامی کرده که منافع ملی رو صرف و فدای بقای حکومت میکنه. حکومت ها موقعی که بقای حکومت رو میکنن عمده ترین مساله خودشون، آغاز پایان خودشون رو کلید میزنن. بله، این مطالبی گفتین به نظر من درسته، مگر اینکه پوتین دیگه اونجا نباشه. اون موقع روابط غرب ممکنه که تغییر بکنه با اون شرایطی که خود غرب میخواد. با پوزش اینکه من امروز روز هفتم هشتمی است که با کووید مبارزه میکنم، به قول معروف صدا خوب نبود، سرفه کردم، پوزش میخوام، وقت ما متاسفانه تموم شده. خیلی سپاسگزارم از جناب بیژن مهر، جناب دکتر کنگلوی عزیز که تشریف آوردین و استفاده کردم و امیدوارم که بینندگان ما هم از این برنامه استفاده کرده باشن. همراه با شما با بینندگانمون خداحافظی میکنم. به درود تا برنامه بعدی.